Sheab, Durastanis, Andi Sheab, Darrohetum, Keyar Seshidor, Adin Jonemo, Oyan Devot, Okeironemo. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 12 ماه آوریل سال 2014 میلادی برابر با 23 فروردین ماه 1393 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 9 در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با آیدین هجیر کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندان شب زنده‌دار امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد. خب بفرمایید سر سفره، اگر هنوز تو رخت خواب هستید یه غلطی بزنید و چشماتون یک کمی باز کنید و چای رو بذارید که آماده بشه. شاید شما از اونایی هستی که چایتون ساعت 8 می‌خورید، ایرادی هم نداره، ولی با ما باشید. از حالا براتون کلی برنامه تهیه دیدیم همراه با چای داغ و نان داغ و بحث داغ. بفهمید ببینید که چه خبرها داریم براتون. صبحانه با هما سرشار. خب یک نگاه گذرا بندازیم به هفته‌ای که گذشت و اخباری که بیش از همه در ذهنمون مونده و در موردش بیشتر صحبت کردن در آمریکا، در ایران و در سراسر جهان رو کوتاه سریع براتون یک گذری بکنیم بهش و بپردازیم به بقیه برنامه. این قضیه هواپیمای مالزیایی در یکی دو روز آخر هفته به دلیل اینکه نهایتاً گفتن که این جعبه سیاه یا بلک باکس رو پیدا کردن، هنوز صدای تیک تیک این جعبه شنیده میشد و در نزدیکترین حوالی اون رسیدند و چند کشوری که مشغولن و به دنبالش هستن و بسیار هم خرج شده برای اینکه این رو پیدا بکنن، خیلی مسئله حساسی شده، ولی خب اعلام کردن که خیلی خیلی به هدف نزدیکن و امیدوارن که هرچه زودتر این موضوع بسیار در واقع اثرآمیز داره میشه رو بتونن پیدا کنن که به چه دلیل این هواپیما سقوط کرده و تمام اسراری که میتونن پاسخگوی سوالات بشن در این جعبه سیاه نهفته است، در دو جعبه سیاهی که به دنبالش هستند و انشالله که پیدا بکنند بعد از 30 چند روز و پاسخ سوالشون رو دریابند. در اوکراین همچنان آشفتگی است، همچنان درگیری است و روسیه همچنان با بسیارانی از کشورها و سران کشورهای مختلف که مخالف این درگیری ها و اشغال هستند دست به گریبان هست و سعی می کند که در این حالی که می خواهد برای خودش در صحنه بین الملل آبروی رو حفظ بکنه، ولی همچنان بر این منطقه غلبه داشته باشه و نیروهای خودش رو امید و عهد و پیمان می بنده که از اونجا بیرون بیاره، ولی اتفاق مهمی نمی افته. همچنان درگیری هست، خلاص اون منطقه شلوغه، خبرگزاری ها مرتب از اونجا گزارش میدن و یکی از نقاط پرآشوب و خبربرانگیز جهان هست فعلا پس از مدت ها که در اونجا درگیری است. مسئله مهمی که شب گذشته اتفاق افتاد، وزیر بهداشت آقای پرزیدنت اوباما خانم سیلویا سیبیلیوس به ناگهان بدون خبر قبلی استعفا کرد و علت استعفاش رو اعلام کردند که به خاطر ضعفش در مدیریت برنامه بهداشتی و همینطور در قضیه
مدیریت پروژه اوباماکر بود، با وجودی که زن قابلی به نظر می اومد، مثل که نتونسته بود در مدیریت بحران در واقع کار درستی را انجام بده. البته پرزیدنت اوباما از او قدردانی کرد، ولی در یک مصاحبه که چند وقت پیش کرده بود از لحن صداش معلوم بود که رضایت خاطری از نحوه این انجام این پروژه نداشت، هرچند که نهایتاً اعلام کردند که پروژه اوباماکر با 7.5 میلیون ثبت نام کننده آنچه که هدفشون بود بهش رسیدن و ابراز خوشحالی کردن از اینکه آنچه که می‌خواستن رو انجام دادن، ولی خب خیلی در راهی که انجام میدادن پیچ و خم داشت و افت و خیز داشت و هنوز هم راه درازی تا به اونجایی که هدف اصلی هست و یک پروژه قابل اجرایی درست باشه در پیشه، ولی در واقع راه باز شده و به طرف بهبود داره پیش میره. همچنین روز گذشته اعلام کردن که پرزیدنت اوباما و خانم میشل اوباما مالیات خودشون رو که اعلام کردند و امضا کردند و به آیرس دادند اعلام عمومی کردند و معلوم شد که درآمد آقای اوباما و همسرش نسبت به سال گذشته کمتر شده. مجموع درآمد مرد و زن اول آمریکا 481 هزار دلار بوده در سال گذشته که از این رقم 98 هزار دلار رو به عنوان مالیات پرداختند و 60 هزار دلار از این مجموع درآمد رو به عنوان کمک و اعانه به نهادها و سازمانهای مختلف خیریه بخشیدند. از طرف دیگه کاخ سفید اعلام کرد که به حمید ابوطالبی که برای نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی شده بود ویزا صادر نخواهد کرد و آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم از طرف دیگه اعلام کرد که ایران جایگزینی برای این آقای ابوطالبی نداره و کار رو از طریق مراجع قانونی سازمان ملل دنبال خواهد کرد، چون این رو یک نوعی دخالت کشور آمریکا در کار سازمان ملل که یک نهاد مستقل هست به شما را آورده و خلاصه قضیه داره بیخ پیدا میکنه و از طرف جمهوری اسلامی کسی رو جایگزین آقای ابوطالبی نکردند و آمریکا معتقد هستش که آقای ابوطالبی جزء دانشجویان خط امام بوده که سفارت آمریکا رو در اون یورش معروف گرفته و یک تروریست هست که حمله کرده به خاک آمریکا و برای او ویزا صادر نخواهد شد. یک مورد تنش هست بین ایران و آمریکا این قضیه. در این حال مسئله وصیت پروفسور ریچارد فرای برای اینکه در خاک ایران و در اصفهان و در کنار آرامگاه پوپ به خاک سپرده بشه در ایران مسئله آفرین شده. بنا به دستور بعضی از مراجع مذهبی تعدادی از میشه گفت واقعا باید اینجا گفت این حرف رو افراد نادان که دنبال رو این گفته ها و بیانه ها هستند به آرامگاه پوپ رفتن، آرامگاه پوپ رو مورد واقعا صدمه قرار دادن روش. اگر اکثر دیده باشین روش با این جوهرها نوشتن که بنای امریکایی تخریب باید گردد. اعلام کردن که پوپ دانشمندی که اینقدر ایران دوست بوده و سالها مورد احترام بوده جاسوس امریکا بوده و آقای ریچارد فرای هم یه جاسوس دیگری است و نباید در ایران به خاک سپرده بشه و تازه اون بنای آرامگاه پوپ رو هم باید خراب بکنن و باعث تأسف هر کنم از این خبرها و اتفاقاتی که میفته در جهت اینکه دیگران که در غیر ایرانی هستند و به فرهنگ و تاریخ و واقعا هنر ایران علاقمند هستند و عمرشون رو روی تحقیقات و پژوهش‌ها این چنانی میگذارند آخر عاقبت نتیجهش چنین میشه. برای کسانی که احترام میذارن و ارزش میذارن به این تحقیقات خبرهای تأسف باریست. در واتیکان اعلام شد که پاپ دیگری یعنی آقای پاپ روز جمعه در یک سخنرانی که سخنرانی تازه‌ای بوده از بابت ایشون
به مسئله و مشکل تجاوز به کودکان و پسران نوجوان در کلیساها پرداخته و اون رو به عنوان یک مسئله حاد و قابل توجه عنوان کرده و گفته باید کلیسای مسیحیت به این مسئله رسیدگی بکنه و هر چه زودتر این قضیه رو مورد بررسی قرار بده. خب برای اولین باری که این چنین یک پاپ اعظم در این قضیه به طور عمومی و با زبان باز داره صحبت میکنه و از این مشکل بزرگی که در این زمینه وجود داره داره صحبت میکنه و امیدواری این هستش که به این قضیه و به این معضل بزرگ هم رسیدگی بشه. در شهر خودمون در شهر لس آنجلس و بیولی هیلز اعلام شد که هتل بزرگ والدورف آستوریا در شهر بیولی هیلز در کنار هتل بیولی هیلتون یک هتل بزرگ بسیار عظیمی رو خواهد ساخت و این هتل والدورف آستوریا که در واقع مکان اصلیش در نیویورک هست یک هتل دیگری، یک هتل خواهر اونجوری که در زبان انگلیسی سیستر هتل خوانده میشه در شهر فرشتگان در شهر بیولی هیلز هم خواهد داشت. گفته میشه که این تا دو سال 2017 ساخته خواهد شد. 9 ایکر زمین برای این ساختمان در نظر گرفته شده. اگر که دوستان به خاطر بیارند پشت هتل هیلتون بیولی هیلتون یک رستوران بزرگ به اسم تریدر ویکس هست که این محلی است که این والدورف آستوریا ساخته خواهد شد و یک راهی در اونجا این هتل بیولی هیلتون رو به والدورف آستوریا وصل خواهد کرد. تقریبا یکی از مدرن ترین و گران قیمت ترین هتل های شهر ما خواهد شد. گفته میشه که اتاق معمولی شبیه 660 دلار، اتاق های دیگرش تا 3000 دلار شبیه خواهد بود. این هم از خبری که میگویند برای اقتصاد شهر ما خوب خواهد بود، ولی خب از طرف دیگه در شهر ما اعلام کردن که لیموی سبز و لیموی زرد به دلیل اینکه باران کم آمده بود در کالیفرنیا قیمتش یه چیزی در حدود دو برابر شده. خب حالا اقتصاد والدورف آستوریا اومدنش به لیمو چه ربطی داره؟ من دیگه اقتصاددان نیستم، ولی خب یه جایی خراب میشه یه جایی درست میشه، حتما اقتصاددان اینو یه جوری با هم دیگه میتونن توازنش رو به وجود بیارن. خب یه خبر دیگه هم که جالب بود به تو ذهن من مونده از خبرهای گذشته، پرتاب کردن کفش به سوی خانم هیلاری کلینتون بود در لاس وگاس از سوی یک بانوی دیگر به عنوان اعتراض. خب این اعتراض پرت کردن کفش که در واقع یک نوع اعتراض مناطق عربی است و خاورمیانه‌ای کم کم داره به کشورهای دیگه هم سرایت پیدا میکنه و بانویی که اعتراض داشت به خانم هیلاری کلینتون در لاس وگاس موقعی که ایشون سخنرانی میکرد به سوی او کفش پرتاب کرد به عنوان اعتراض و البته بهش نخورد. خانم هیلاری کلینتون جاخالی داد به عنوان به اصطلاح معروف و بعدم یک کمی اولش شوکه شد و بعد خودش رو جمع جور کرد و صحبت کرد و به شوخی گذروند قضیه رو، ولی خب از این به بعد کسانی که میرن در روی صحنه و صحبت میکنن صحنه های عمومی مثل این که دیگه باید منتظر این باشن که از لای جمعیت ممکنه که یه لنگ کفشی به سویشون پرتاب بشه اگه دوست نداشته باشن. در جهان هنر و در واقع تلویزیون اعلام شد که آقای استیون کولبرت به جای آقای دیوید لدرمن خواهد نشست پس از اینکه ایشون بازنشسته شدن. بسیارانی از کسانی که به برنامه‌های آخر شب تلویزیون ها علاقمند هستند از این جانشینی استقبال کردند، چون ایشون آقای کولبرت یک طنز خاص روشنفکرانه دارند و خیلی کسانی که این برنامه ها رو گوش میدن و تماشا میکنند میگن که تقریبا تنها کسی که میتونست از عهده این که پاشو تو کفش دیوید لدرمن بکنه برخواهد آمد آقای استیفن کولبرته. خب باید بنشینیم و ببینیم که چگونه میتونه جای این قول تلویزیونی بنشینه و کار خودش رو انجام بده. خیلی خب آیدین خان بریم و برگردیم، بقیه برنامه رو تقدیم دوستان. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی، تصادف یک بدشانسی است
با مراجعه به وکیلی آگاه در امور تصادفات شما شانس دریافت خسارتی بالا در پرونده خود تضمین خواهید کرد. برای تماس با دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. 818-777-777-777-LUCKY-7 قابل توجه ساکنین کالیفرنیای جنوبی، تاست نیسان بودجه لازم برای خرید نقد اتومبیل های قدیمی و حتی قراضه شما را دریافت کرد. مهم نیست ماشین شما در چه شرایط بدی باشد، ما خریدار آن هستیم و تا $4,500 بله $4,500 پول نقد برای ماشین خراب و قدیمی شما خواهیم پرداخت. اما این بودجه مخصوص زود تمام می شود و بهتر از هر چه سریعتر به تاست نیسان در مارکت پلیس تقاطع 5 و 55 بیایید و سراغ سیامک را بگیرید. 888-838-2801 علاوه بر امکان خرید ماشین قراضه شما، تاست نیسان با مجموعه ای از 1000 اتومبیل نو و دست دوم در خدمت شماست. سیامک در تاست نیسان. 888-838-2801 888-838-2801 تاست نیسان. ایلات مارکت با تبریک موعد پسح و با تشکر از حمایت هموطنان عزیز در طول سال، این بار نیز تمام مایحتاج ایام پسح را با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت زیر یک سقف برای شما تهیه نموده است. ایلات مارکت برای رفاه حال مشتریان محترم و پارکینگ رایگان در اختیار شما قرار می دهد. سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771 نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی در کانونشن سنتر لس آنجلس از 11 تا 13 آوریل برگزار می شود. از این موقعیت استثنایی استفاده کنید و نایابترین جواهرات و سنگ‌های قیمتی و زیباترین طرح‌های دیزاینرهای مطرح جواهر را با مناسب‌ترین قیمت صاحب شوید. 11 تا 13 آوریل در LA کانونشن سنتر، نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی. برای اطلاعات به سایت intergem.com رجوع کنید. 670 AM Los Angeles. بازتاب خبر. یاران، در هفته‌ای که گذشت هم سالگرد حمله بسیار غم انگیز و فاجعه بار ماراتون بوستون بود و همین که خبر چاقوکشی یک جوان یا نوجوان رو در دبیرستان امریکایی و زخمی شدن تعدادی از شاگردان این دبیرستان رو شنیدیم و خبرهای پراکنده دیگری اینجا آنجا که نشان از خشونت و دستاوردهای خشونت و نتایج اون در بین نوجوانان و جوانان. بی مناسبت ندیدم و بسیار مناسب که در این فرصت از یک کارشناس در این زمینه که تخصص خودش رو و پژوهش‌ها و کار خودش رو، زمان خودش رو در این رشته گذاشته و برای یافتن دلایل و جلوگیری از مشکلات و مسائلی که در این زمینه پیش میاد گذاشته و او کسی نیست جز دکتر نلی فرنودی ظهیری، بانوی روانشناسی که بنیانگذار نهادی است به نام Peace Learning Parenting، بانویی که خودش نه تنها در این رشته کار میکنه، در این رشته مینویسه، در این رشته تحقیق میکنه، بلکه به عنوان مادری که 3 فرزند رو داره پرورش میده یکی از الگوهای بسیار بسیار زیبای بزرگ کردن فرزندانی رو در یک محیط پر از آرامش نشان دیگران میده که در اطرافش هستن و یکی از اونها هم خود من هستم که شاهد
این پرورش فرزندانی در چنین محیط پر از آرامشی هستم. دکتر نلی فرنودی دکترای خودش رو از دانشگاه پالو آلتو گرفته و همینطور رشته فوق تخصصش رو در روانشناسی با کلینیکال یا روانشناسی بالینی از دانشگاه بسیار معتبر استنفورد گرفته و همکنون دستن در کار نوشتن کتابی در همین زمینه است، Peace Learning Program، و روش و شیوه هایی برای آموختن این شیوه به والدین و همینطور به آموزگاران در دبستان ها و دوره های حتی قبل از دبستان. خانم دکتر فرنودی زهیری، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار نازنین و همینطور شنوندگان گرامی. خیلی ممنونم که در این صبح زود دعوت من رو قبول کردید و به موضوعی که اینقدر به قلبتون نزدیکه بپردازیم و به ما بگید که چی شده، چه اتفاقی به سر این جوانان و نوجوانان ما افتاده که واقعا هر هفته یک خبری در یک گوشه آمریکا و یا در یک گوشه جهان در واقع. متخوما چون در آمریکا زندگی میکنیم بیشتر این خبرها رو میشنویم، اتفاق میفته و این چنین خشونت داره نهادینه میشه در وجود این بچه های نوجوان و جوان. بله درسته، آمار خشونت همین جور در حال بالا رفتن هستش و خب هم به اصطلاح محققین، هم کلینیشن ها و هم معلمین و به اصطلاح گاورمنت همه میخوان بدونن که چگونه میشه پریونت کرد، پیشگیری کرد این موضوع رو. و خب شما اگر برین سراغ Centers for Disease Control and Prevention که دائم این تحقیقات و نتیجه گیری ها رو پست میکنه، میبینین که مکررن تاکید میکنن که در چند به اصطلاح چارچوب ما باید که این اکتیویسم رو یا این فعالیت و این توجه جدی، یعنی واقعا به قول دکتر کینگ الان وقتشه، نمیتونیم دیگه فردا برای فردا بذاریم این موضوع رو، فردا خیلی دیر است درسته. چارچوب اول که همون چارچوب فردی و خانوادگی هستش که ما میدونیم، یعنی به نظر من پرنتینگ یا اون پیس لرنینگ پرنتینگ یا رفتن به ریشه به اصطلاح این موضوع خشونت ضروریه، یعنی به قول معروف نمیشه دیگه این رو ندیده گرفت. و خب اون مادر و پدر رو به خصوص مادر رو که من میدونم تو این دور زمونه بیشتر با بچه ها هستن، باید این موضوع رو جدی بگیرن و باید فعالیت داشته باشن، خودشون آموزش بدن. و میتونم بهتون بگم که این اتفاق خیلی خوب داره میفته، حداقل در کامیونیتی ما. من الان خیلی بیشتر مادران و پدران جوان رو میبینم در آفیسم یا تو کلاس‌های پرنتینگ که میخوان بچه هاشون رو با این به اصطلاح توجه بسیار جدی روی پیس لرنینگ پرورش بدن. یعنی دیگه امروز اونقدر توجه روی کامپتنسی، روی اچیومنت، روی نمیدونم شاگرد اول بودن نیست، که روی این هست که بچه من میخوام اون آرامش و پیس درونی داشته باشه، تو خانوادم میخوام آرامش و به اصطلاح اون سول پرورش پیدا بکنه و میخوام بدونم که چجوری این رو میتونم در تمام ابعاد رشد و دیولپمنت کودکم نهادینه بکنم. و این خب خیلی خیلی برای من خیلی خوشحال، جای خوشحالی داره. خب بعد از اون میریم سراغ relationship level strategies که اینا برمیگرده به مثلا کانکشن خونه با مدارس، یعنی هوم اسکول کانکشن. اینی که ما واقعا و بیشتر باید این کارو بکنیم، به خصوص ما ایرونی‌ها بعضی اوقات شاید به عنوان اینکه متفاوت هستیم یا فرهنگمون متفاوته یا زبون بلد نیستیم یا به هر دلیلی که هست اونقدر درگیر مدارس و یا دوستی با معلمین و با مدیر و این به اصطلاح پی ای پرنت اسوسییشن اینا انجام، من دیدم که نمی کنن. درسته. و این خیلی خیلی مهم و ضروریه که ما
هم بچه‌مون رو بشناسیم، روابط کودک و نوجوانمون رو بدونیم، روابطایی که در مدرسه دارن، همین پلی دیتا، همین دوستی مامانا با هم دیگه، اینی که کامیونیتی خونه و مدرسه رو بدونیم و درگیر باشیم و به صورت دوباره همون توجهمون روی پیس لرنینگ این رو پرورش بدیم. یعنی اگر بچه من کانفلیکت پیدا میکنه با یه بچه دیگه، قهر نکنیم یا جبهه بگیریم، که باز اینم خیلی رایج متاسفانه تو بعضی از کامیونیتی ها. برعکس توجهمون رو بذاریم روی کانفلیکت رزولوشن و اینکه این کانفلیکت نرماله، بچه ها همیشه و خود ما بزرگا همیشه کانفلیکت داریم، ولی چجوری میتونیم کمک بکنیم و اگر خودمون بلد نیستیم خودمون کمک بگیریم که چجوری باز دوباره از طریق پیس لرنینگ و نان وایلنت کامیونیکیشن، کانفلیکت رزولوشن و کانفلیکت منیجمنت در از بتونیم پرورش بدیم در این کامیونیتی. این خیلی باز مهمه و اینکه بچه‌مون رو واقعا بشناسیم و اگر مشکلات به اصطلاح روحی روانی داره یا به فرض بگیم یه پیش زمینه های روحی روانی داره، بهش از اون اول توجه بکنیم، چون ما میدونیم در خیلی از مواردی که بچه ها این پیش زمینه های ارثی رو دارن، اگر از اول بهش برسیم مشکل حل میشه. خانم دکتر نلی فرنودی، موقعی که میگید از اول برسیم، منظورتون کیه؟ چه زمانی؟ مثلا بچه هایی که الان ما میبینیم روی سپکتروم آتیزم قرار میگیرن، مثلا چه سنی رو میشه؟ از دو سالگی. از دو سالگی حتی معلوم میشه؟ بله بله، کاملا معلوم میشه. یه موضوعی دیگه مثل انگزایتی، مثل دپرشن، مثل حتی سایکوسیس یا childhood bipolar، اینا رو ما اگر از اول سایناشو که میبینیم، مثلا بچه‌هایی که خیلی زیادی خجالتی ان، گوشه‌گیرن یا حرف نمیزنن، اینو خیلی راحت بدون مشکل میشه با پریونشن درست حلش کرد. یعنی و الان تو منتال هلت هم خیلی کمتر روی به اصطلاح این لیبل کردن بچه‌ها توجه میذاریم، ما بیشتر روی سولوشن و اینکه چجوری میتونیم این کودک رو کمک بکنیم که well adjusted باشه. و این خب از آگاهی میاد، از اون به اصطلاح کامیونیتی میاد که برای خودمون داریم میسازیم. و چیزی که مهمه اینه که UCLA خوشبختانه الان چندین ساله که روی این پیشگیری و آوردن mental health به مدارس فعالیت میکنه و ما خب باید از این استفاده بکنیم برای مادر و پدرهایی که درگیر نیستن یا به اصطلاح کانکتد نیستن. من توصیه میکنم به School Mental Health Project psych.ucla.edu برن. این به اصطلاح خیلی خیلی سنتر خوبیه برای کامیونیتی ما و خانواده هایی که میخوان Mental Health رو بیارن به مدارس. و خوشبختانه این لجیسلیشن یا این انیشیتیو و این اتفاق داره میفته. من میدونم دیشب بابی شرایبر رو ملاقات کردم و این میدونم روی فرانت لاینه، یعنی کارهایی که میخواد انجام بده. و خب این خیلی جای خوشحالیه که ما ببینیم که روانشناس و این مسئولینی که میتونن این مشکلات رو کمک بکنن و حل بکنن در خود مدرسه اویلیبل خواهند بود، اونجا خواهند بود. ما مدرسه‌ای که میریم ایندیپندنت سکول هستش و خب ما سایکولوژیستی داریم که اونجا یعنی در دوران به اصطلاح ساعت مدرسه اونجا هستش و آفیسش همیشه درش باز هستش و بچه‌های خود من به من تا حالا چندین بار گفتن که اگر دارن بازی میکنن و یه مشکلی یا یه کانفلیکتی دارن که نمیتونن حل بکنن، میدونن میرن سراغ دکتر سارا. یعنی بچه‌ها رو تشویق بکنی از بله، کودکی بله. که هیچ ایرادی نداره، برن مشورت بگیرن. دقیقاً. و دکتر سارا اونجا هستش که کمک بکنه اینا to work through conflict or conflict resolution management. از سن 5 سالگی دارن به بچه ها یاد میدن و این خب باید در تمام مدارس اتفاق بیفته، نه تنها بعضی از مدارس. چقدر عالی و
چقدر ممنونم از شما که در کنار این کاری که انجام میدید در کارهای یا حمایت و پشتیبانی از کسانی که کمک میکنند به این پروژه ها، مثل همین آقای شرایور هم کمک میکنید، دوستانی که علاقمندند از پروژه های مختلف خانم دکتر نلی فرنودی زهیری هم کمک بگیرن میتونن به سامانه ایشون مراجعه کنند peacelearningparenting.com و حتما شما اونجا موارد مختلفی رو که میتونید یا لینک های مختلفی رو که میتونید استفاده کنید. یک سامانه بسیار پرباری است و فعالیت های ایشون رو نشون میده. امیدوارم که باز فرصت های دیگری باشه که خانم دکتر فرنودی باز با شما صحبت بکنیم و از اطلاعات شما در این زمینه استفاده بکنیم و این اطلاعات اولیه شما برای شنوندگان این برنامه بسیار با ارزش بود، برای خود منم همینطور. خیلی متشکرم. روز خوش. روز خوش. پاسارگاد پروڈکشنز تقدیم می کند پس از سالها انتظار احمد رضا نبی‌زاده با عاشقانه های خاطر انگیز و تازه شنبه 12 آوریل زبان تیتر لس آنجلس. در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن. شنبه 12 آوریل احمد رضا نبی‌زاده لایو این کنسرت به همراه ارکستری 24 نفره از دست دارم حرفی نزن. احمد رضا نبی‌زاده سبان تیتر شنبه 12 آوریل. تهیه بلیت در تیکت مستر و کلیه مراکز ایرانی. برای اطلاعات بیشتر به 08 ایرانیان و یا 949-491-4514 تماس بگیرید. با استارلاین تورز همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 6:70 AM استارلاین تورز 323-785-6719 سفرهای خاطر انگیز با بهترین قیمت ها فقط با استارلاین تورز 323-785-6719. همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 888-611-30. چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی. آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم. آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک کتاب، یک نویسنده. یاران، در این بخش از برنامه به شرق آمریکا میریم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار، روانپزشک و همینطور نویسنده و کنشگر سیاسی و اجتماعی صحبت میکنیم در مورد جدیدترین کتابشون که در واقع تجدید چاپ شده و به صورت مجموعه جلد اول و جلد دوم با عنوان بچه های اعماق در آمده چاپ شده و در دسترس قرار گرفته. آقای دکتر مسعود نقره‌کار نویسنده و پژوهشگر تاکنون 27 کتاب در زمینه های جامعه شناسی، سیاسی، پزشکی، روانشناسی و ادبیات داستانی منتشر کردند که از جمله اونها تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران 6 کتاب و مجموعه 5 جلدی بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی تحلیلی کانون نویسندگان، کتاب دیگراندیشی و کشتار دیگراندیشان در ایران و مقدمه بر کشتار دیگراندیشان در ایران، پزشکی و روانشناسی
که 8 کتابه از جمله مقدمه بر روانشناسی علمی، پاولوف گرایی، تراژدی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران و همچنین از مجموعه ادبیات داستانی کتاب بچه‌های اعماق، مجموعه داستان کوتاه نوعی از زندگی، رمان مسیح گورستان طلایی به زبان انگلیسی و بسیاران دیگر مقالات و نوشته‌هایی از ایشان چاپ و منتشر شده که آقای دکتر نقره‌کار رو جزو یکی از نویسندگان پرکار و در این حال بسیار جذاب با نثر فوق‌العاده فاخر و روشن و شیوا قرار داده که خوندن کتاب‌هاشون همیشه برای خوانندگان بسیار جذاب بود. آقای دکتر نقره‌کار، صبح شما بخیر. سلام دارم برای شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و سپاسگزارم از دعوتتون. خیلی ممنونم که در برنامه ما اومدید و فرصت اینو دادید که کمی با شما در مورد کار جدیدتون که جلد اول و دوم بچه‌های اعماق رو با هم دیگه ادغام کردید و به فرم جدید این رو، یعنی با چاپ جدیدی ارائه کردید، صحبت بکنم که نقدهای فراوانی گرفته، در واقع مورد توجه قرار گرفته، بیشترین توجه رو به خاطر شیوه نگرشش و نثرش داره و اینی که شما زبانی که در نوشتن این رمان به کار بردید برای بسیاری جالب بوده. آقای اسماعیل خویی در مورد این کتاب نقد نوشته و بزرگان دیگری که دلم بخواد از زبان خود شما بشنویم که چگونه شد که این نثر خاص، اگه بشه اسم درستش رو به کار برد، یا جاهلا و لاتها رو در این کتاب بچه‌های اعماق به کار بردیم. بچه‌های اعماق در واقع یک برشی است و گوشه است از زندگی بچه‌های جنوب شهر تهران، منطقه مولوی و میدان شاه و میدان خراسان و بیسیم نجف آباد، منطقه‌ای که به هر حال در رمان هم من به اون اشاره کردم، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی منطقه بسیار پر اهمیتی بوده و خب تأثیر اون رو و نقش اون محله رو و افرادش رو در همین انقلاب بهمن ما شاهد بودیم. این رمان به همین دلیل که برشی است از زندگی اون بچه‌ها، فی الواقع زبان همون بچه‌ها رو هم داره. بچه‌ها که من میگم به هر حال منظورم مردمان آن منطقه درست. و خب زبان مردمان اون منطقه همونطوری که شما هم اشاره کردید زبان خاصی است که به هر حال با عنوان‌های مختلف زبان عامیانه، زبان کوچه بازاری یا همون زبان بچه‌های جنوب شهر خب معروف شده و مطرح است، ولی به عنوان یک پاره‌ای از زبان جامعه ما خب به گمان من بهش کم توجهی شده و یا به خاطر ویژگی‌هایی که هست بهش پرداخته نشده. به هر حال این رمان به خاطر همون ساختارش، اصلا محتوایی که داره، هیچ زبان دیگری غیر از زبان خود بچه‌های اونجا رو نمیتونست برای خودش برگزینه، برای اینکه به هر حال همونطوری که میبینید رمان بیشتر یک رمانی است که محاوره‌ای است و محاوره در اون خیلی زیاد هست. درسته. و نمیشد به هر حال جای میدونید زبان اون بچه ها یک زبان فاخر و فخیم یا یک زبان معیار رو قرار داد. به همین خاطر خب زبان خود همون منطقه و زبان مردمان اونجا برای این رمان برگزیده شده. خب بسیاری در این نقدهایی که نوشتن و همتون خود من موقعی که کتاب رو میخوندم این نکته به نظرم رسید که آقای دکتر نقره‌کار شهامت به خرج دادن در چاپ این کتاب، به دلیل اینکه خب به کسان دیگری هم نوشتن در مورد همین گروه، در مورد همین طبقه و یا بسیاری در جاهایی که لازم بوده لغاتی رو که میخواستن بنویسن سه نقطه مثلا به جاش گذاشتن، لغت رو استفاده نکردن یا سعی کردن یه جوری دور بزنن و این کمبود رو در ثبت کردن ادبیات اون منطقه یا اون بچه‌ها یا اون گروه که در واقع بچه‌های جنوب شهر هستند رو نتونستن به طور کامل نگه دارن. من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه این رمان یه رمان جذابی است و خواندنی است، شما این کار رو هم انجام دادین که این به عنوان یک کتاب مرجع میشه ازش استفاده کرد که واقعا اون زبان رو، چون موقعی که میخونیم مقدمه رو میخونیم کتاب رو میخونیم، خود شما هم بخشی از این
داستان رو، بخشی از این زندگی رو زندگی کردید. خود ما هم، نسل منم بخشی از اینا رو دیده در زندگیش. بنابراین لازم بود که این ثبت بشه و به نوعی یه نوع مردم شناسی یا جامعه شناسی اون زمان هم میتونه باشه مال این قشر از مردم. کاملا. ببینید، در نقدهایی هم که به این کتاب شده، حتما دیدید یا من الان بهش اشاره میکنم، خیلی ها به عنوان یک زبان بی‌نزاکت، یک زبان به هر حال مستهجن، رکیک، بی‌ادبانه با این زبان برخورد میکنن، که خب به گمان من یک نگاه اخلاقی و حتی امروزه میبینیم یک نگاه اخلاقی اسلامی است به بخشی از زبان جامعه ما. و خب این نوع برخورد به گمان من نشان دهنده این هست که به ویژه از توی اهل قلم من دیدم که حتی به عنوان لومپنیسم زبانی از چنین زبانی نام میبرن، که خب هم به گمان من برداشت از خود واژه لومپنیسم نادرست است تو این برخورد، و همین که ترکیب این دو، یعنی لومپنیسم زبانی. بنابراین میخوام بگم که برخورد با این زبان، با اینکه در ادبیات ما هم قبلا به کار برده شده، صادق چوبک، صادق هدایت، یا حتی در ادبیات کهن ما، بله، شما کارهای مولانا، کارهای سنایی، کارهای سعدی، منتها به هر حال برخورد با این نوع زبان به عنوان یک تابو، به عنوان یک، همونطوری که اشاره کردم، یک برخورد به گمان من اخلاقی اسلامی، برخورد ناروایی بوده و نادرستی بوده و ترس از این وجود داشته در اهل قلم که بتونن این زبانو که باهاش گفتگو میشه در جنوب شهر، در واقع اون رو بتونن ثبت بکنن. و احیانا خب اگه لغزش هایی هم داره باهاش برخورد درستی بشه، کما اینکه ما به لحاظ تاریخی دیدیم که در جنوب شهر تهران در دوره شاه، موقعی که اون نظام آموزشی تا حدودی تغییر میکنه و یا یک وضعیت خاصی به وجود میاد، خیلی از واژگانی که به قول امروزی ها بی‌ادبانه و ببخشید بی‌نزاکتانه هست، خب اینها کاهش پیدا میکنه. بنابراین میخوام بگم که برخورد با این زبان، همونطور که شما هم گفتید، به ویژه از توی اهل قلم و کسایی که تو این زمینه ها کار میکنن، برخورد به گمان من یک جانب نگرانه و دقیقی نبوده تا به حال. من یک دنیا از شما سپاسگزارم که وقت این رو دادید که یک صحبت خیلی کوتاه در این زمینه بکنید، فقط در جهت اینی که به شنوندگانی برنامه اطلاع بدیم در مورد وجود این کتاب و چاپ جدیدش جلد 1 و 2. این خبر رو هم به دوستان و این مژدرم بدیم که جلدهای 3 و 4 در دسته، درسته آقای دکتر؟ بله. به زودی در میادونم؟ به هر حال دارم کار میکنم روش. انشالله که موفق باشین، خسته نباشین. شما بسیار پرکارین و به زودی شاهد جلد 3 و 4 هم خواهیم بود. کسانی که علاقمند هستن از نشر فروغ و حتما روی در کتاب فروشی ها و در اینترنت میتونن این رو بگیرن. یک رمان بسیار جذابی است. دست شما درد نکنه آقای دکتر مسعود نقره کار، در کنار کارهای پژوهشی دیگری که کردن، کارهای فوق العاده جالبی که در تاریخ معاصر ایران انجام دادن از نظر روانشناسی و سیاسی، این کار رمان نویسیشون هم کار فوق العاده جذابی است و کتابی که دست بگیرید که نمیتونید بذارید زمین، کتاب بچه‌های اعماق نوشته آقای دکتر مسعود نقره کار. توصیه میکنم همه علاقمندان به کتاب این رمان رو بخونن. یک دنیا ازتون سپاسگزارم آقای دکتر مسعود نقره کار در میامی. من هم از شما تشکر میکنم. قربان شما. روزتون بخیر. کاباره تهران تقدیم میکند همین جمعه و همین شنبه با ستار، خواننده بزرگ ایرانی. زندگی با کب صفا نداره، عالم فانی بقا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که فتانه با ستاره آواز، قصه میخوره دوست منو، بانه باش میگه دوست منو، باورم اینه دوست منو. برنامه مخصوص چهارشنبه شبها، کریاکی نایت با شهبال و یارانش،
همراه با دی جی آرمین. برای اطلاع از جزئیات برنامه های هر شب با 818-985-5800 تماس بگیرید. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه. در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158. من ورویر هستم از گلندل. پدرم پارسال در گلندل از خیابان رد میشد که یک ماشین محکم بهش زد و او خیلی مشکلات پزشکی پیدا کرد. متاسفانه به وکیلی مراجعه کردیم که قادر به رسیدگی لازم به این پرونده نبود و نتونست از بیمه هیچ پولی بگیرد. بر حسب توصیه یکی از دوستانم با پیام شایانی تماس گرفتم. آقای شایانی پرونده پدرم رو گرفت و همه مشکلات پرونده رو حل کرد. آخرش هم بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردیم از بیمه برای پدرم پول گرفت. این روزا اگر کسی تصادف بکند، خانواده من پیام شایانی را توصیه میکند. پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار. 818-777-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 
استفاده از تحصیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583. همین سه شنبه یکونیم بعد از ظهر دکتر فرشته امین نویسنده کتاب رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا و مدیر امین لیدرشپ سنتر در مورد موفقیت و خوشبختی با شما صحبت میکنند. 310-922-8041. یک کلام بشنو از عطرت خانم. خانم عطرت خانم الهی گودرزی، صبح شما بخیر. قربانی شما. حالتون شما خوبه؟ که شد ممنونم. خوبه؟ از تو مرسی. خب امروز چی دارین برای ما؟ امروز راجب صبحم هست، خیلی هم موقعش خوبه، راجب کله پاچه میخوام صحبت کنم. کله پاچه به بله. کلسترول میره بالا، اصلا از اسمش رفت بالا. بفرمی. و میخوام بگم که واقعا این مطالبی که من میگم همش اتفاق افتاده و حقیقت داره، هیچ کدوم ساختگی نیست. من میخواستم خدمتتون بگم. در مهمانی مفصل شام در منزل یکی از دوستان همه چیز واقعا تمام و کمال بود. خانم خانه سنگ تمام گذاشته بود. میز مفصل شام او که همه را خودش درست کرده بود کوچکترین ایرادی نداشت. همه غذاها به صورت زیبایی روی میز چیده شده بود و مهمونا دور میز میگشتن و از هر غذایی که دوست داشتن برمیداشتن. من که بشقاب به دست با تحسین به میز خیره شده بودم، ناگهان از پشت سرم صدای جیغ کوتاهی شنیدم و برگشتم خانم قد کوتاهی چاقالوی را دیدم که با دست به وسط میز اشاره کرد و گفت اه اه اینا چیه؟ وسط میز قدح آبی بزرگی بود که خانم به اون اشاره میکرد. لبخندی زدم و گفتم آن ظرف آبی را میفرمایین؟ پشت چشمی نازو کرد و گفت آره اونا چیه؟ گفتم خانم اونا کله پاچه است. خانم با تنفر محسوسی گفت نمیتونم شما چطور حالتون از خوردن این غذا به هم نمیخوره. وقتی آدم میتونه استیک و پواف با شراب بردو و پنیر کامانبر بخوره، چرا باید به عهد بوق برگرده و اینجور چیزای مزخرف رو امتحان کنه؟ بعد از شام با دوتا از دوستان صحبت میکردیم. وقتی ماجرا رو برایشون حکایت کردم، هر دو زدن زیر خنده و گفتن مگه تو اونو نمیشناسی؟ اون توی خانواده تهشهری مذهبی بزرگ شده. مادرش مستخدم شرکتی بوده که شوهرش در اونجا کار میکرد. با هزار کلک و حق بازی دخترشو به رئیس شرکت انداخت. والا این همون دختر خانومه که اصلا یادش رفته از کجا اومده. تازه باید پای صحبتش بشینی وقتی از خودشو پاپا صحبت میکنه. در همین موقع خانم مورد نظر از راه رسید، گیلاس شرابی در دست داشت و تلو تلو خورون به طرف ما اومد. یکی از دوستا خانم اونو مخاطب قرار داد و گفت افی جون کمی هم از خودت صحبت کن. افی خانم خنده مستانه کرد و گفت آره جونم، این خونه هایی که من الان توی بیولی هیلز میبینم پیش باغ پاپا سوسکن
من هر وقت به ناپا میرم و از واینری داریوش میگذرم به یاد پاپا میفتم. پاپا توی یکی از دهاتشون که داشتن شراب درست میکردن و بعد همه رو بین رفقا تقسیم میکردن. من با خنده گفتم خب تو این باغ بزرگ کی زندگی میکرد؟ افه خانم خیلی جدی گفت خودمون جونم، پاپا، مامان، من و خواهرم به اضافه خدمه. در همین باغ من شاهد بودم که بارها پاپا و مامان از خانواده سلطنتی پذیرایی میکردن. والا حضرت ها همیشه اولین جام شرابشون رو به سلامتی پاپا میخوردن. افه خانم بعد رو به شوهرش که تازه به ما ملحق شده بود کرد و گفت یادت پاپا چقدر آنتیک داشتن و هر سال عید یک تیکه برای هر یک از والا حضرت ها میفرستادن. یادت اون روز توی استخر منزل شادوخ وقتی علا حضرت دستشون رو روی شونه من گذاشتن چقدر بقیه خانم ها حسودیشون شد؟ شوهر بیچاره مثل گوساله به اون نگاه میکرد و من همش تو این فکر بودم که در تمام این سالهای گرده همایی های جماعت ما غربت نشین تبدیل به بازار مسگرا شده. باور کنین گاهی اوقات بعضی اشخاص که شما اونا رو بهتر از دوتا چشم خودتون میشناسید بر رو بر تو چشمتون نگاه میکنن و حتی خود شما رو شاهد میگیرن و چنان دروغ شاخداری میگن که شما رو لال میکنن، به طوری که قادر نیستین که بله یا نه بگید و وقتی به منزل برمیگردین تا صبح عصبانی هستین که چرا من نگفتم که دروغ میگی، که من اصلا اونجا نبودم، که من اصلا چیزی نشنیدم. ولی خب دیگه خیلی دیر شده، باید به هر طریقی هست مسئله رو فراموش کنیم و دفعه بعد حواسمون جمع باشه. ولی از رادیو اون وقت میگیم بعدش. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از لطفتون. روز خوبی داشته باشین. اطرت خانم.
توجه کنید، توجه کنید. بگو. ارزان نخرید، ارزان ترین بخرید. استون کرس دربای نمایشگاه خود را برای همیشه می‌بندد. بگو. بعد از 27 سال جمع‌آوری با دقت و هنرمندانه زیباترین، نایابترین و با شکوه‌ترین سنگ‌های گرانیت، ماربل، لایمستون، تراورتین، آنکس و سنگ‌های غیر طبیعی، تایل و اسلب، همه را باید به حراج بگذاریم. به دلیل نقل مکان، سنگ‌های استون کرس را ارزان‌تر از ارزان بخرید. سنگ‌های استون کرس از ورقه $300 به بالا، کلکت گلد 18×18 $16 هر فیت، لایمستون فرانسوی 12 و 18 $3.50. استون کرس در قلب هالیوود 818-503-06-06. بگن. گفتم که 818-503-06-06. I love your لهجه. لهجه رو چی کار دارین؟ عاشق قیمت‌های ارزان میشین. نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی در کانونشن سنتر لس آنجلس از 11 تا 13 آوریل برگزار می‌شود. از این موقعیت استثنایی استفاده کنید و نایاب‌ترین جواهرات و سنگ‌های قیمتی و زیباترین طرح‌های دیزاینرهای مطرح جواهر را با مناسب‌ترین قیمت صاحب شوید. 11 تا 13 آوریل در LA Convention Center، نمایشگاه بین‌المللی جواهرات و سنگ‌های قیمتی. برای اطلاعات به سایت intergem.com رجوع کنید. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504. Celebrating the third year anniversary of International Music Foundation, non-profit organization. من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام اینترنشنال میوزیک فاندیشن. با بیش از 40 سال تجربه در آموزش موسیقی، انواع سازها به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود بدون هیچ گونه هزینه‌ای در این مؤسسه آموزش داده می شود. بدون تردید برای شما شنوندگان این پیام سوالاتی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟ For more information and to... Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. دیدار دوست با هادی خرسندی. آقای هادی خرسندی در لندن، سلام علیکم. عصر شما بخیر. روز شما و شنوندگان شما بسیار 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 بخیر باشه و امیدوارم که داشتم اینو میگفتم، بعد یه دیگه یادم افتاد. اول اونو بگم. اول اونو بگید. دیدم که شما گفتی که چه فکر دیگه بودم الان. من با ساعت را اشتباه، حالا ساعت همون که میدون شده هیچی، از نظر سیاسی هم میدون شدیم. شما وزیر بهداشتتون استفاده خانمی؟ بله، خانم وزیر بهداشت. اینجا هم خانمی که وزیر فرهنگ بود، آموزش پرورش بود، استفاده دیروز و علت استفاده جالبه چیه؟ این هزینه تعمیر خونه پدر مادرشو گذاشت رو به حساب دولتی، 8000 دلاری، ولی بعد گفت اشتباه شد و برگردون پولو. معذرت هم خواست ولی استفاده هم داد رفت. ولی هر درسی از این ماجرا میشه گرفت
من کار ندارم، ولی یه درسی رو برای بچه های ما، فرزندان ما میخوام بگیرم، ما ایرانی ها. که حالا کار خلاف رو نمیخوام تشویقش کنم، ولی این خانومه با اینکه خارجیه، با اینکه این غربی و فلان هم، با اینکه وزیر فرهنگ شده در کابینه انگلیس، پدر مادرش رو فراموش نکردی؟ این بچه های ما وزیر فرهنگ نشدی؟ دیپلم نگرفته؟ اصلا دیگه فراموش میکنن که پدر مادری هست، ولی این فراموش نکرده. عالی جناب فرزند. دقیقا یک روزات اون رو براتون بخونم. بله. بچه های ما اینو یاد بگیرن. بعدم این کفشی که پرت کردن به خانم ایلری، این کفش پرت کردن که عرضم بخونم، این پاپ فعلی که چیز کرده، اعتراف کرده که این کار خلاف با پسر بچه و جوان ها توی کلیسا ها بوده، این با این اطمینانی که داره حتما تو حوزه علمی قوم هم بوده و دیده که در مذهب به هر حال در هر جای دنیا این چیز هست، ولی این پاپ اخیر آدم خوبیه، میگن ایرانیه، یعنی ولی اون پاپ قبلی که داشت میومد لندن بعد از این بود که کفش پرت کرده بودن به جورج بوش، خب. اون پاپی که داشت میومد و اونجا گنده این افتضاحات کلیسایی با بچه ها در اومده بود، این داداش من گفت بریم فرودگاه لندن و پاپ که میاد بهش کفش پرت کنیم، خب. کفش بچه گونه پرت کنیم. برحال اینم که عملی نشد. تو خبرهای شما من دیدم که گفتین که قیمت لیمو در لس آنجلس دو برابر پارسال شده. بله. این فرهنگی اثر میذاره تو جامعه ما دیگه خانم، از هر لحاظ. حتی اون آهنگ دو تا لیمو دارن میخره، پاید بگین یه دونه لیمو یا بخر برو تا گرون. نه میگه دو تا لیمو دارم میخرم، میگه نه دیگه نمیخرم آقا، پول ندارم. آره من از اون مراحل گذشتم، خواهی فرشتر فکرشی کردم، گفتم بگه آقا یه دون لیمو دارم. بله آره، این هواپیمه هارم که هواپیمه مالزی رو، من نگران اینم که اینا با این همه بدبختی دور میزنن، آخر سر هواپیمه رو پیدا میکنن، میبینن جبه سیاهشو دزدیدن. شما داستانای پلیسی میس که خیلی میخونید، تازگی یا فیلمای پلیسی تماشا کنید. نه اصلا من نگرانم که این جبسی اولا که این تو پیدا میکنن یه جبسی سرش باشه با زود رنگش کنن، چون اولا نارنجیه جبسی ها نیست. بله جبسی ها قرمز گیچ کرده، بسه اصلا حوافه ما هم بسه همین سیگنال نمیتونه بفرسته. چقدر خوب شد من شنیدم که شما این لفظ خارجی سیگنال رو مصرف نکردید، یه چیز دیگه گفتید، ولی برای یه نشانه علامت نالو علامت، ولی این تلویزیون فارسی اینجا بی بی سی انقدر سیگنال میگن، البته من یاد گرفتم تو این چند روز که سیگنال یعنی چی. انتخابات افغانستان از یه هفته انتخابات شده، هنوز نتیجه معلوم نشده. تفکر من ایران خود خانم پیش بینی میکنیم دیگه، میگن در ایران خانم جان در جمهوری اسلامی 3 ساعته دو هفته دو دو, دو دو روز قبل از انتخابات نتیجه معلومه. این افغان ها همیشه عقب افتادن، البته در این مورد این جلو افتادگیشونه که مثل ما اسکاتلندی هم که اینجا دارن رأی میگیرن که مستقل بشن از دولت انگلیس جدا بشن، دارن رفراندوم میکنن. من شنیدم امروز که آقای پوتین گفته ما هم توی انتخابات شرکت میکنیم، شاید بخوان اسکاتلندی ها به ما بپیوندند. هیچ بعید نیست. نمیدونم آقای ابوطالب نماینده جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل آقای اوباما قبول نکرد، آقای اوباما میگه ایشون تروریست، این آقای اوباما تکلیفش معلوم نمیکنه تروریست خوبه یا بده، صبح خوبه بعد از ظهر بده، ملیتش فرق میکنه. این آقای اوباما هم اوباما من شعر براش گفتم که بلکه بپذیر این آقای ابوطالبی رو ارزیم، نه راجب آقای ابوغالبی گفتم، نه آقای ابوطالبی. اوباما ابوغالبی را بگیر، سفیر به این جالبی را بگیر، درست است که کهنه لات است او، ولی در عوض دیپلمات است او، یکی مرد فعال پرپوشش هست، ولی خب یه خورده چاقوکش هست. زهیس ادب گر که لقست و سست، ولی فوش خار مادر او درست. ز 9 سالگی شد گروگان بگیر، که بگرفت آموزگاری اسیر، به او گفت با
باید سر امتحان نمایی بسی بیست بهرم زبان. ابو غالبی چون که 10 ساله شد به دنبال قتل پسر خاله شد. چو شد 11 ساله این پیلتن تجاوز نمودی به دو پیر زن. 12 که شد رفت لبنان زمین فرستاد یک اترا روی مین. خلاصه اوبامای صاحب هنر کنم گفته خیش را مختصر. ابو طالبی را بده بار عام که بوده است پیرو به خط امام. تو که روز عید اول سال نو درود آوریدی به جای هلو. حقوق بشر را نهادی کنار چه سالی نکو ساختی در بهار. کنون هم حمایت کن از این عزیز به صندوق او رأی منفی مریض. بزن بر مخالف به شدت تشر بگو گور بابای هرچی بشه با حقوقش که این در واقع زبان چیز پیامی آقای اوباما هست در پیامی نوروزی که داد مخصوصا دهنکجی کرد به ما ایرانی ها که آقا گور باباتون با حقوق بشه. من فقط با این جمهوری اسلامی میخوام خاکی رو خاکه برزین. حالا این دعواشون سر این ریچارد فرای هست چقدر دیگه من وقت دارم خواهم سر شهار سه دقیقه این ریچارد فرای که این حالا میگه این جاسوس بوده این ایران شناس بوده این جمهوری اسلامی هم همش جاسوس دختر شیرازی در حومین شیراز دختر 15 ساله رو گرفتن در کوچه های شیراز که جاسوس باهاییه ولی میگن جاسوس. آخه بگو جمهوری اسلامی اسناد محرمانه تو کوچه های حومین شیراز چرا باید ریخته باشه که این دختر داتی 16 ساله رو جاسوسی که 15 سالی اصلاح شد و جاسوس کنی. حالا این ریچارد فری هم میگن جاسوس بوده. حالا این با مزه که شما گفتین آدم های نادان دارن تظاهرات میکنن خیلی قشنگ گفتین اگه عکس ها رو دیدین خوش آمد. یکی عکس ها رو خان سرش روش نوشته بود اینه هرگاه آمریکا محل دفن سران فتنه شد اصفهان محل دفن جاسوسان آمریکایی میشود. یعنی الان ببینید یعنی اونو میخواد کروبی میرحسین بس حالا مکافات داره اگه بخوان اینو واقعا رسمی چیز کنن دیگه باید نامه نگاری از اداره اتباع وزارت خارجه از اداره اتباع خارجی به دایره انبات خارجی به وزارت خارجی آمریکا اداره اتباع انبات خارجی که ما یه پیرمردی مثلا 80 ساله داریم در حرب خانگی اینو خواهش میکنم در دیب بیرین که این اون ریچارد فرا خواست کنار زاینده رود باشه تو آمریکا. فکر میکنم کنار چه رودی باید تاخت بزنن با هم. آره اسم رودخونه شد که کدوم رودخونه مثلا خب مثلا باید تو بوستون باشه. او کی بود هواپیما رو روش نشوندن توی نیویورک. حالا به هر حال هودسون رودخانه هودسون آره اونجا یه جایی بالاخره. حالا اینا این ملت بدبخت فکر میکنه زاینده رودت داره خشک میشه. برو فکر آب کن به جسد ریچارد فرای چی کار داری. ولی خب دیگه تا اینها هستن توی جمهوری اسلامی این اتفاقات هم میفته. هواپیمای مالزی هم آخر خبری که به ما میگن اینجا میگن جمهوری اسلامی هواپیمای رو دزدیده که بده به بشار اسد. بله اعلام کرد بله میدونی که اعلام کردن گفتن 84 کشور مخالفت کردن میخواستن بشار اسد رو بندازن از کار ولی ما چون وایسادیم پشتش موند. جدا؟ بله 84 کشور از کجا بردن؟ هستن دیگه. آره بله. گفتش که هشتاد کشور گفت اون همه صدی که میگن رفسنجانی ساخته بود روی رودخانه ایران. رودخانه ایران اینقدر اصلا رودخونه ایران نداره که این همه صد بخواد. همه صدا رو سر راه دریاچه رضایی ساختن دریاچه ارومیه و دریاچه رو خشکش کردند و
کویر نمک جدیدی به کویرهای نمک اینقدر تفسیر بسید. سیاسی کردین آقای هادی خورسندی که اون عالی جناب فرزند رو نخوندید بعد من نه اصلا نگفتم الان میخونم ها من از نه من فکر کردم که بریم اوکراین به پوتین کفش پرت کنیم پوتین پرت کنیم بفهمید آقا برید از تو گنجتون پوتین در بیارید دفعه دیگه میدیم بهش پوتین پرت میکنیم وقتمون تموم شد آره دیگه تموم شد به موقع تموم شد چون حرفای منم نصفش تموم شد براتون روز خوشی آرزو میکنم برای همبرانون عزیزم که صدای منو میشنوند هفته خوشی انتظار دارم شما هم همینطور خدا نگهدارتون این سه شنبه ساعت 9 صبح خانم ژیلا بدیعی از شرکت فارمرز راجع به انواع بیمه ها و امکان استخدام شرکت فارمرز اطلاعات مفیدی با شما در میان می‌گذارند. 310-659-5950 عزیز دلم قربونت برم بله رو بگو آخه دیگه دیر شد این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد بله نمیگم بهت به این مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی فکر قضا از روز اول تو سرم بود یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی. تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81 اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان دفاتر در شهر انسینو و ون نایز OptimaNet Tax Services بیژن کهنزاد برندگی کاری، تجربه و کارنامه یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات تماس بگیرید. شادابی و تراوت داره از این حکایت سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت دستگاه‌های جدیدشون قیمت بی نظیرشون همه از شگفتی مونده باز دهانشون این داستان نیولوکه محبوب‌ترین تو فیسبوکه خوش روی مرامشه زیبایی رو شاخشه از بین بردن مو پا کردن تتو رفع جوش و لکه چون سرویساشون تکه جوون میشی دوباره چاقی هم چاره داره با این همه ستاره هزار آفرین داره بله نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره نیولوک در گلندل و انسینو 818-662-5005 662-5005 newlookskinsenter.com 670 AM Los Angeles بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی آقای دکتر صدرالدین الهی صبح شما در شمال کالیفرنیا بخیر صبح شما بخیر خانم سرشار در جنوب کالیفرنیا امیدوارم هواتون خوب باشه هوای ما اینجا بسیار عالیه راستی هوای بهاریه خیلی خوب یک کمی هم وسط های روزی زرم تازه گرم میشه خیلی خوب هوای شما هم که طبق معمول شمال کالیفرنیا که تمیز و بدون آلودگی هم هست تمیز هست ولی گاهی بالا بازی میکنه مثل همیشه
دیگه هم تو که میگی وسط روز گرم میشه شب باید کولر روش کرده، ما از این صحبت که هممون داریم بعد خب بهانه امروز ما بهانه خوبی است. میگم بهانه امروز ما بهانه خوبی است. بله زادروز تولد استاد احسان یارشاطر که 94مین سال روز تولد پربار، زندگی پربار این استاد که هم دوست شما هستن هم دوست ما، هر دوی ما افتخار دوستی ایشون رو داریم و گفتیم چه بهانه بهتر از این که بنده افتخار شاگردیشون رو داشتم و شاید در سر کلاسشون هم نشستین. بله در ایران بله. خب به ما بگید در کدوم چی میخوندید که کدوم کلاسشون بودین شما؟ بله ایشون ببینید آقای دکتر یارشاطر در سال آخری که من در دانشکده ادبیات درس خوندم در اواسط سال آمدن، یعنی وارد دانشگاه شده بودن و درس کرسی درس فارسی باستان و به اصطلاح زبانهای فارسی باستان رو از استاد پور داوود تحویل گرفتند و شدند استاد ما. این خیلی داستان جالبی است، برای اینکه در اون زمان که ایشون وارد دانشگاه شدن یه جوان 35-6 ساله‌ای بودن، فوق‌العاده خوشگل، خوش‌قامت، بلندقد و مورد توجه دخترها. به به. بله و بعد این اسباب حرص ما پسرها شده بود. یا این استاد جدید که از فرنگ اومده چطوره که دخترها همه راجع به او صحبت می‌کنن؟ بسیار خوش لباس بود و بسیار ملایم و آرام. هنوزم همچنین انا. بله. در 94 سالگی. بله. خب. بعدم حضورتون که من در این کلاسی که من بودم استاد پور داوود خب حدش بشاره بود و ما هممون میشدیم، ولی با حقیقتش اینه که شخص من از این مسائل زبان فارسی باستان اینا چیزی نمیفهمیدم. یعنی زبان پهلوی درس میدادن؟ نه پهلوی رو آقای مرحوم دکتر صادق کیا همسایه خون دیوار به دیوار منزل پدری من درس میدادن. چون زبانهای پیش از پهلوی زبانهایی که به اصطلاح زبان همین دوران هخامنشی است. خب عرضم حضورتون که بهش میگفتی فارسی باستان. خب اون وقت این در این کلاس ما شاگردایی داشتیم که اصلا این کار رو نمیفهمیدن مثل خود بنده. اما چیزی که در این استاد قابل توجه بود، روز اولی که آمد سر کلاس شروع کرد صحبت کردن نگاه میکرد و بلافاصله چند نفر توجهش رو جلب کردن و این چند نفر جوری اینها با اینها برخورد کرد که بعدها از بزرگان این کار در زبان فارسی شدن. سه نفرشون که هم کلاس من بودن مرحوم دکتر محمدی، مرحوم دکتر مهرداد بهار و خانم دکتر بدرالزمان غریب که الان خانم بدرالزمان غریب تنها استاد زمان سقدی در جهانه. عجب یعنی و اینا همه به لطف محبت خاصی که دکتر یارشاطر به اینا داشت به توجهی که میکرد سر کلاس حاضر میشدن. ما میامدیم برای اینکه درسمون رو بخونیم، نمرمون رو بگیریم. برخورد معلم با شاگرد برخورد سنتی اون زمان نبود. این خیلی مهمه، برای اینکه اونجا حتی استادان جوان بعد از نسل بعد مثل مثلا مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر و اینها، مثل استادان جوانی مثل دکتر خانلری، مثل دکتر معین، اینا یه جور استادانه با شاگرد روبرو می‌شدن. یارشاطر اولین کسی بود که من دیدم اینجوری با شاگردش روبرو نمیشه، یعنی سعی می‌کرد شاگرد رو به طرف خودش و موضوع درسش جذب کنه. البته من شاگرد بسیار تنبلی در این رشته بودم و هیچ وقت به دنبالش نرفتم. ولی آقای دکتر یارشاطر شما رو خیلی زیاد دوست دارن، خیلی همیشه با مهر از شما صحبت میکنن، خیلی به شما احترام میذارن، شما رو به عنوان یک استاد رشته روزنامه نگاری بسیار قبول دارن و هر وقت هم که به لس آنجلس میان یا به صفحات شمال میان همیشه یاد شما رو میکنن و اگه شما هر جا باشین به دیدارتون میان. یکی از محسنات دکتر یارشاطری که واقعا در قدیم در به طور سنتی میگفتیم طرف پیش سلامه و این یکی از مشخصات دکتر یارشاطر. دکتر یارشاطر رو در بعد از این دست من دیگه از دست دادم، یعنی نمیدیدمش و مشغول کارهای دیگری شد. و توجه شما باید به این نکته باشه که این مرد کسی است که آمده و به
فرهنگ زبان فارسی، به خود زبان فارسی به یه جور دیگه نگاه کرد. ایشون اولین کسی بود که تونست کتاب‌های ساده از افسار، البته با همکاری دکتر خانلری، داستان‌های کهن فارسی رو اینا آوردن آسون کردن برای خوندن آدمایی که شاید اصلا فرصت نکنن هیچ وقت بخوننش. این یکی از کارهای بزرگشون. بعدها در اونجا خیلی کارهای فرهنگی بزرگ کرد و وقتی آمد به امریکا کار اساسیش رو در اینجا شروع کرد. خانم درسته. این کار اساسی عبارت از این بود که خب مطلع بود، به زبان انگلیسی مسلط بود، استادان بزرگی داشت، استادان بزرگ رو میشناختن و تصمیم گرفت که راجع به زبان فارسی و ادبیات فارسی و فرهنگ فارسی یه چیزی درست کنه به زبان انگلیسی. اسم این رو گذاشت دانشنامه ایرانیکا یا انسیکلوپدیا ایرانیکا. این انسیکلوپدیا ایرانیکا، نمیخوام مبالغه کنم، نمیخوام، اگه چیزی از شاهنامه کم نداشته باشه حتما یه چیزی بیشتر از شاهنامه داره. در واقع هویت ما ایرانی هاست در این قرن. بله، یعنی بزرگترین کاریست که شده. درست. تعارف نمی کنم، محبت ایشون بر زهر حق خودم همیشه قدر میدونم، ولی این رو از صمیم قلب میگم. اون وقت یادتون باشه که این دکتر یاروشاتر استاد دقت و حوصله است. با شما کار کردید، دیدی میشه با شما کار میکنه. این در جشنهای ایرانیکا شما خیلی بهشون کمک کردید، من یادمه، ولی حتما دیدید که چجوری به قول معروف مو از ماست میکشه. اوه شدید شدید. یعنی اگر به شما یه قصه ازش بگوییم و اگر که وسواس دکتر یاروشاتر نباشه، احسان یاروشاتر نبود و نباشه، این 16-17 جلدی که تا به حال چاپ شده و اون چه که مقدماتش فراهم شده برای اینکه تموم بشه این کار و اینکه الان روی آنلاین گذاشتنش بره، هم همین، و هیچ کدوم از این کارها انجام نمیشد. امیدواری همه ما این هستش که یاروشاتر عمر طولانی داشته باشه، خودش پایان این پروژه رو ببینه به چشم خودش، که یکی از کارهای عظیمی است که فقط روشونه این مرد، واقعا روشونه این استاد یگانه گذاشته شده و این بار سنگین رو با همونجور که شما گفتید با این وسواس و با این دقت، تمام کلماتی که تو این کتاب ها نوشته ده یکی یکی رو خود دکتر یاروشاتر خونده. بله بله. اصلا خانم این آقای دکتر یاروشاتر، بنده افتخار همکاری در ایرانیکا رو باشون داشتم، ولی اطراف با ایشون کار کرده در زمینه آشپزی. بله، چند تا ورودیشو ایشون نوشتن. بله 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 دیه. بله چند مسخره. در یکی از مواردش یه روز اومد گفت به من، گفتش که تو نمیدونی، دکتر یاروشاتر تلفن کرده من مقاله چلو کباب رو دادن، گفته خانم سماق یادت رفته. آها. یادتون باشه در مقاله. یعنی ببینید یه باید مقاله رو بخونه با حوصله، ببینه کجاش اشکال داره اینو بگه و این کمتر پیدا میشه. حالا این بخش کار دکتر یاروشاتر کار عظیمی است. یعنی من گفتم شما یه چیزی برای من بالاتر از شاهنامه نباشه کمتر نیست. درست. ولی حقیقت قضیه اینه که این استاد عزیز ما اشراف کامل به همه این جهات زندگی روزمره داره. مطالب روز رو با دقت دنبال میکنه. مسائل سیاسی رو شما شاید باورتون نشه که ایشون با یه دقتی دنبال میکنه که ما مفسران سیاسی ما این کار رو نمیکنن. برای مثال براتون میگم، فقط من ضمن همین که صحبت کردیم که راجب دکتر یاروشاتر صحبت کنیم، من یه یادداشت خودم رو پیدا کردم در مجله روزگار نو در 17 سال پیش. من یه یادداشت نوشتم درباره آقای دکتر یاروشاتر، تیترش این بود دکتر احسان یاروشاتر استاد پرشهامت دگراندیشی. این استاد واقعا قابلیت دگراندیشیش قابل توجهه. در این مقاله استاد که میذاره مجله ایران نامه ایران شناسی چاپ میشه و این در زمستان سال 1375 چاپ شده، ایشون به یه مسئله پرداخته که شما اصلا باورتون نمیشه کار دکتر یاروشاتر بوده. عنوان یادداشت هایی که ایشون برای مجله ایران شناسی مینویسه، تعدادش حالا به 169 رسیده، کفر سیاسی بود. شما اصلا از توقع نمیکنید از دکتر یاروشاتر وارد مسائل سیاسی بشه. خانم من این مقاله رو 5 بار خوندم برای اینکه دیدم که یه آدمی که من اصلا فکر نمی‌کردم به این مسائل بپردازه، آمده به موضوع این استقلال کشورهای نوخاسته پرداخته. و بعد
مدعی رو مقابل خودش گذاشته و مدعی از اون میپرسه که آیا این کشورهای نوخواسته به آرزوشون رسیدن، و خودش به عنوان کافر که کفر سیاسی داره جواب میده، میگه اگه معنی استقلال در تعیین تکلیف خود باشد، میگویم که این استقلال صورت تحقق به خود نگرفته است. استقلال ظاهری این کشورها بیشتر نتیجه آن است که دولت‌های قوی‌تر راه‌های کم‌خرج‌تر و ظاهر و صراحت‌تری برای مقاصد استعماری خود یافتند. خوب توجه بفرمایید که مستلزم نگهداری سپاه در کشورهای دوردست و تحمل بدنامی استعمار نیست. حالا استعمار بیشتر جنبه اقتصادی یا فرهنگی دارد. تو گمان میکنی که کشورهای نفتخیز خاورمیانه که همه به استقلال خود مباهیان ولی بیشتر پول نفت بی زبان خود را صرف خرید سلاح‌های زائد ملل غربی میکنند تا با یکدیگر بجنگند، به حقیقت مستقلند. خانم اصلا به این فکر کنید، جایی مفسر امروزی خیلی پیشرفته این شکلی فکر نمیتونه بکنه. نه، دکتر یاشاتر انسانی است که به احاطه داره، به غیر از ادبیات، غیر از شعر، غیر از زبانشناسی، غیر از تمام علومی که یک نفر میتونه، اولا در سن 93-94 سالگی الان در روسی میخونه، زبان روسی میخونه، یعنی شما باورتون میشه تو هواپیما که میشینه کتاب خودآموز زبان روسی رو داره میخونه برای اینکه میخواد زبان روسی الان یاد بگیره، و براش سن زمان مطرح نیست. کاری رو که باید بکنه، الان یه پروژه‌ای رو امضا کرده که برای 4 سال دیگه باید یه کاری رو انجام بده. امیدواریم که دکتر یاشاتر، احسان یاشاتر 100 ساله بشه، 120 ساله بشه، همه این پروژه‌ای که تو ذهنش داره انجام بده و ما دوستانش از وجودش هر روز و هر زمان و هر ساعت بهره ببریم. شما از دکتر یاشاتر، از ما خواستین که برای دکتر یاشاتر آهنگی پخش بکنیم، اجازه میدید پخش بکنیم؟ حتما میکنیم. پیداش کردیم براتون. خیلی خوب. آرزوی دکتر، یعنی خواسته دکتر الهی برای دکتر یاشاتر، آقای آیدین خان گل، بزنی یا هنگو باید بزنی. ای دل بر من الهی صد سال شوی، ای دل بر من الهی صد سال شوی، در پهلوی ما نشست همسای شوی، همسای شوی که دست به ما سای کنی، شاید که نصیب من آمده ام. قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد: سینه مرغ بدون استخوان پوندی 2.49، ماهی سمن درسته پوندی 3.99، پرتقال هندوان چغندر 5 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی رومن 2 پوند 1 دلار، گردو پوندی 6.49، نان سنگک دانه 2 دلار، برنج باسمتی سبزی پوندی 1.19، بابل پارکینگ رایگان 818 745 13 13. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. در وقت و پول خود صرف جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند. لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید. لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست. من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید. این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
در محضر استاد. یاران، در امروز بعد از ظهر، در ساعت 5 بعد از ظهر، در دانشگاه ایالتی لس آنجلس، کال استیت یونیورسیتی در لس آنجلس، برنامه برگزار میشه، نمایشگاهی از عکس‌های امروزی ایران برگزار میشه به همت سه ایرانی که یکی از آنها استاد دانشگاه همین دانشگاه هست، استاد هنر، تاریخ هنر، آقای دکتر عباس دانشوری، که به همراهی خانم مرجان عسکری و خانم سیمین دهقانی این نمایشگاه رو برگزار کردند و برای من افتخار بزرگی است که در این فرصت با آقای دکتر عباس دانشوری، استاد تاریخ هنر این دانشگاه، گفتگویی داشته باشم در مورد برگزاری این برنامه. آقای دکتر دانشوری که خودشون دکتراشون رو در رشته تاریخ هنر از دانشگاه UCLA گرفتند و فوق لیسانسشون رو از دانشگاه امهرست ماساچوستس و لیسانسشون رو از دانشگاه هیورد در کالیفرنیا و سابقه تدریس طولانی دارن و همینطور انتشارات فوق‌العاده زیاد، کتاب، نوشته ها و در برگزاری نمایشگاه های متعددی از سال 1977 تا امروز دستن در کار بودند و مقالات متعددی نوشتن که اگه بخوام به همه اون را اشاره کنم، اصلا وقت امروزمون رو باید به اونها بذارم و به همه شما توصیه میکنم که برای آشنایی بیشتر با ایشون به سایتشون مراجعه کنید، ایشون رو گوگل سرچ بکنید برای اینکه ببینید چقدر به هنر و هنر امروز ایران بیشتر ایشون خدمت کردند و همه جا حضور داشتند. ولی در این فرصت استفاده میکنم که از چرایی و چگونگی برگزاری این نمایشگاه از ایشون بپرسیم. آقای دکتر عباس دانشوری، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. حال شما خوبه؟ خیلی ممنونم، متشکرم که میدونم در روز برگزاری این نمایشگاه که خیلی کار زیادی دارین، محبت کردین و پذیرفتین که با شما داشته باشیم. مرسی عزیزم، شما محبت کردین که ما رو اینترویو میکنین. خیلی ممنونم ازتون. بفرمایید یه توضیح بدین که این نمایشگاه چگونه هست، چند اثر اونجا نمایش داده میشه. این نمایشگاه درباره هنر عکاسی معاصر ایرانه. بله. که واقعا این عکاسی یک نگاه کاملا تازه و روش‌های الهامی و درونی جدید و تعجب‌آوری داره. از این جهت خیلی جالبه. یک قسمتش اینه که برعکس گذشته ایران، این عکاسی معاصر دین زیادی با نهای غرب و اروپایی و امریکایی واقعا نداره و از این جهت خیلی برای من مهمه. و از جهات دیگه وقتی آدم به این هنر نگاه میکنه، بازم بعد بگم که از نظر الهامی و از نظر درونی نگرش هایی که داره به تاریخ و داستان ها و مذهب، چه مستقیم چه غیر مستقیم، خیلی جدیده. مثلا فرض کنید متافیزیک رو یا نظرهای بعد از طبیعه رو همیشه زیر سوال میپیچه، زیر سوال میاره و از این جهت خیلی هنر جالبیه. البته خیلی دربارش میشه گفت ولی میدونم وقت شما کمه در این مورد. چند تا اثر، چند تا عکس هست در این نمایشگاه؟ ما در این نمایشگاه 70 و خورده عکس گذاشتیم. بعضی عکس ها خیلی بزرگ هستن، بعضیشون مثلا فرض کنید 5 متر در 3 متر هم. و چند هنرمند است؟ چند هنرمند در کار؟ در 20 و خورده هنرمنده، دقیقا نمیدونم ولی 26 هنرمند هست. همشون از هنرمندان عکاس ایرانی هست؟ داخل ایرانند؟ نه، 2-3 تاشون از خارج هستن، یعنی اونا میرن و میان به ایران، تو ایران کار میکنن. یکی مثلا پرستو پورها تو آلمان زندگی میکنه، ماندانا مقدم تو سوئد زندگی میکنه، ولی با همین حرفا اینا تو خود من با همینا تو ایران آشنا شدم و تو ایران بود که شروع کردم به جمع کردن کارشون برای این شو. نه، اینا میرن و میان، ولی خب بعضی چند نفرشون توی اروپا هستن. دکتر دانشوری، عکاسی، هنر عکاسی که به صورت هنر الان در ایران داره تجربه میشه و خیلی هم شکوفا شده، شما چرا این شکوفایی رو به چه دلیلی میبینید؟ در واقع از نظر فضایی که بر ایران حاکمه، معمولا آدم انتظار نداره که عکاسی یه هنری باشه که شکوفا بشه. چرا شکوفا شده؟ خب ببینید، هر جا که یک دیواری بلند میشه،
راه‌های مستقیم دور اون دیوار پیدا میشه که خیلی راه‌های جالبی هست. ایران البته عکاسی جدید ایران همه چی بوده گفتم بهتون گفتم زیر سوال میپیچه می‌دونید برخوردهای دانشی، برخوردهای فرهنگی، برخوردهای انسانی رو خیلی داره زیر سوال میپیچه که قبل زیر سوال میاره معذرت میخوام که قبلا وجود نداشته، ولی با اینکه مقیداتی وجود داره و محدودیت‌هایی وجود داره به هر دلیلی که هست اینا با هم دولت ایران و عکاسای ایران هنرمند ایران با هم یاد گرفتن با هم کنار بیان و الانم که زیر نظر وزیر حکومت آقای روحانی آزادی‌هاشون خیلی بیشتر شده و خیلی راحت‌تر عکاسا کاراشون انجام میدن، معرضاشون به پیش میارن، یعنی شوهاشون میذارن توی گالری ها و غیر وزارت اینها. ولی خیلی این کارهای عکاس ایرانی پیچیده است. من در کتابی به نام Amazingly Original Contemporary Iranian Art at Crossroads درباره این مطلب کاملا صحبت میکنم، درباره نظر سیاسی صحبت میکنم، در نظر اجتماعی صحبت میکنم، ولی خب این پیچیدگیشو نمیشه در یه اینترویو خیلی کمی با هم صحبت کرد. متوجه هستم. آیا در کنار این نمایشگاهی که از امروز 12 آوریل تا 7 می برگزار هست جلسه سخنرانی یا پنل دیسکشن چیزی هم هست؟ میخوایم بذاریم امشب که میان چند تا ورقه اونجا هست که امضا کنن که چه روزی حاضرن که کسایی بیان که گوش کنن در به این لکچر درباره این عکس‌ها و درباره کارهای هنری جدید ایران. به جز عکس حتی درباره نقاشی‌ها هم درباره صحبت خواهیم کرد. ولی نقاشی ایران اونقدر جلو نیست که عکاسی ایران جلو هست. عکاسی ایران حتی از عکاسی اروپا و آمریکا هم جلوتره. خیلی جالبه. بله منم توجه کردم که در این زمینه خیلی بچهای جوان مخصوصا حالا با استفاده از با وجود که میگم محدودیت‌ها اینجوری دارن که عکس گرفتن کار آسونی نیست، ولی خیلی کار فوق‌العاده ای انجام میدن. خیلی کارشون فوق‌العاده است. و مثلا فرض کنید کار محمد غزالی عکسایی که گرفته به نظر میاد عکسای ساده از شهر تهرانه، ولی در واقع کاری که کرده میگه این عکس رو من از دیدگاه اون خدایان ایران گرفتم. مثلا رفته از دید دکتر حسابی، مجسمه دکتر حسابی، مجسمه فردوسی، مجسمه هر کسی که مشهور و مثلا آیدیال و مهم عکس رو گرفته. میگه جالب اینجاست که ما به اینا نگاه میکنیم اینا اینقدر برای ما مهمه، ولی از دید اونا که من عکس میگیرم جلوش مثلا فرض کنید دوتا گاربیج کنه یه ماشین تاکسی داره رد میشه میده، توجه کردید؟ از این جهت تمام چیزای متافیزیک رو واقعا وارونه میکنه و برمیگردونه. خیلی عکسای جالبیه کار محمد غزالی. اینطوری که شما میگید دیدار از این نمایشگاه دیدار از یک دوره‌ای یا حتی نگاهی است به آنچه که در ایران امروز داره میگذره. به همه دوستانی که گوش میکنن این برنامه رو دیدار از این نمایشگاه رو توصیه میکنم. امروز گشایش این نمایشگاه هست از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در کالیفرنیا استیت یونیورسیتی در ساختمان هنرهای فاین آرت بیلدینگ در فاین آرت گالری واقع در 5151 State University Drive Los Angeles کالیفرنیا. دقیقاً آقای دکتر دانشوری بفرمایید اگه بخوایم اونجا بیایم از کدوم فری وی باید بیایم؟ از فری وی اگر از ولی میاد از 101 میاد به 10 میخوره، 10 و ایسترن اونیو اگزیست میگیرید میاد بیرون بس چپ میپیشین میرین توی دانشگاه، اونجا علامت هست که گالری کجاست. اگرم از 10 میان که مستقیم با 10 میان که میرین 5 نورث بس خیلی کم بعد دوباره میخوره به 10 Eastern Avenue exit and you come out and that's where it is. Okay. با امید دیدار شما امروز ساعت 5 بعد از ظهر. مرسی عزیزم، خیلی خوشحال شدم شما تلفن کردیم. متشکرم ازتون. ممنونم از همه زحمتایی که کشیدین. ان شاءالله موفق باشین و به امید دیدارتون. به امید دیدار شما. خداحافظ. دکتر عباس دانشوری استاد دانشگاه ایالتی لس آنجلس. خیلی متشکرم. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف یک بدشانسی است. با مراجعه به وکیلی آگاه در امور تصادفات شما شانس دریافت خسارتی بالا در پرونده خود تضمین خواهید کرد.
برای تماس با دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. 818-777-777-Lucky 7 پیام شایانی. رستوران پالنتونی تقدیم می کند. آریس جشنی نباشد زیباتر از این شم از تو روشد. هر شنبه شب با صدای دلنشین آریس در فضای رمانتیک با آهنگ‌های اینترنشنال آریس خاطرات خود را جاودانه سازید. ورودی با شام فقط $20. هر شنبه شب با صدای دلنشین آریس. ورودی با شام فقط $20. لطفاً هم‌اکنون میز خود را رزرو نمایید. 818-703-1612. رستوران پولنتونی در شهر کناگا پارک، نقش خیابان‌های وینتگا و ونوئن. National Alliance on Mental Illness Iranian Chapter، سازمان غیر انتفاعی نامی، دست شما را به گرمی می فشارد. مبارزه با باورهای غلط جامعه. آیا شما یا عزیزتان اسیر بند ناملایمات روانی هستید؟ دیگر تنها نیستید. سازمان نامی وستلی با همکاری و مدیریت خانم فریبا ربیزاده گرد همایی دیگری را به زبان فارسی برگزار می کند. در این برنامه درباره بیماری های روانی، آخرین پیشرفت های علمی و دسترسی به مراکز درمانی گفتگو خواهد شد. سه‌شنبه 20 می ساعت 1 بعد از ظهر. مکان: Angeles Public Library, West LA Branch, 11360 Santa Monica Boulevard. کلیه خدمات نامی رایگان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-625-2600 به زبان فارسی و یا 310-575-8323 به زبان انگلیسی تماس حاصل فرمایید. 670 AM Los Angeles. هفته‌ای که در پیش داره. خب یاران، در این بخش از برنامه بپردازیم به برخی از رویدادهایی که در هفته‌ای که در پیش داریم شاهد خواهیم بود. بهتون براتون اشاره کردیم که امروز بعد از ظهر در کال استیت لس آنجلس یک نمایشگاه عکاسی معاصر هست، همینطور در تارا گالری، گالری نقاشی که در 1202B در خیابان مونتانا هست در شهر سانتا مونیکا، نمایشگاهی به اسم Nature in Abstraction که مجموعه کارهای نقاشی مصطفی دشتی، هنرمند نقاش که در ایران مقیم ایران هستند، و خانم هما تاراجی مسئول این نمایشگاه کارهای ایشون رو به نمایش گذاشتند. فرصت کوتاهی است که با خانم هما تاراجی در مورد این نمایشگاه هم یه صحبتی بکنیم. خانم تاراجی، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم. انشالله که خوب هستین. متشکرم. خسته نباشین که شما مرتب پشت سر هم از این کارهای فوق‌العاده جالب انجام میدین، و امروز افتتاح نمایشگاه آقای مصطفی دشتی هست که بلد. کارهای نقاشیشون رو دارید به نمایش میذارید. اگه ممکنه بلد. یه توضیحی بدین در مورد کارهایشون، چون خودشون که در ایران هستن و دسترسی بهشون نیستش. بله بله. آقای دشتی نقاشی بسیار به اصطلاح شناخته شده و جزء اساتید هستن. ایشون بیشتر در حقیقت طبیعت به صورت انتزاعی کار میکنن. خودشون میگن من نقاش آبستره نیستم، ولی نقاش طبیعت هستم. ولی هر وقت که به کارا نگاه میکنین واقعا توش المنت های طبیعت رو خواهید دید، از ابر و آسمون و سنگ های شهاب های آسمانی و
همه المنت های طبیعت توی کارهاش هست. بنابراین آقای دشتی در حقیقت طبیعت رو به نقش در میارن، ولی همینطوری که بهش نگاه میکنین در حقیقت نقاش یه جور طبیعت آبستره هستش و ایشون بسیار در سطح جهانی هم شناخته شده هستن. این کارهاشون در جاهای مختلف دنیا به فروش رفته و مورد توجه هستش. ایشون در ایران هستن همطور که گفتیم و ایشالله که بشه باشون صحبت کرد. نمیدونم بعدن والا قرار بود که باشون صحبت کنیم، تلفنشون جواب نمیده، شاید ارتباط یه ذره مشکل بود. دیگه گفتیم از این فرصت استفاده کنیم، از شما بخوایم که یه مقدار گزارش در مورد چند تا از کاراشون نشون میدید خانم تاره. ما 9 تا از کاراشون رو کارها بسیار بزرگ هستن و کارهایی هستن که فضای زیادی لازم دارن، ولی بسیار گیرا و به صورت همطور که گفتم طبیعت آبستره هست. ما امشب افتتاحیه خواهیم داشت ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر توی محل گالری و به اصطلاح کارهایی هستش که خود آقای دشتی میگن من از روی دیوارهای خونه و کارگاه هم برداشتم. 10 ساله که این کارها رو حتی نتونستم از خودم جدا کنم، بنابراین خیلی به اصطلاح به ما لطف داشتن که این کارها رو برای ما فرستادن و ما میتونیم اینجا عرضه بکنیم. چقدر جالبه، پس برای اولین بار در واقع خارج از کشور داره کاراشون به نمایش در میاد. براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم. تارا گالری، گالری خانم هما تاراجی که این رو به صورت یک نهاد غیر انتفاعی دارن در واقع این گالری رو کارش رو انجام میدن و در جهت کمک به فرهنگ و هنر معاصر ایران سالهاست که ایشون این کار انجام میدن و الان به صورت جدیتر و تمام وقت دارن این کار انجام میدن در 12/02 خیابان مونتانا در شهر سانتا مونیکا قرار داره. 12/02B که از دوستان دعوت میکنم، کسانی که علاقمند هستن به کارهای آقای مصطفی دشتی نگاهی بیاندازند. امروز روز افتتاحیشه ولی تا 14 می هم برگزار خواهد بود روزها و میتونن به تماشای این آثار برن و از دیدن کارهای آقای دشتی نقاش مقیم ایران لذت ببرن. خسته نباشین خانم تاراجی و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم از کارهای دیگری که میگذارید و از نمایشگاه دیگر شما به دوستانمون خبر بدیم. خیلی دوستتون خانم سرشار، متشکرم. خواهش میکنم. روز شما بخیر. از خبرهای دیگری که برای هفته آینده داریم، یکی هم برنامه سخنرانی است که در از بخش مطالعات ایران در دانشگاه UCLA هست که نقش روسیه و اشغال ایران در پس از جنگ جهانی اول روز یک شنبه 13 آوریل یعنی فردا برگزار میشه که در سخنرانی به زبان فارسی است. سخنران خانم الهام ملکزاده هستند و در اتاق شماری 161 دادهال این سخنرانی انجام میشه ساعت 5 بعد از ظهر و سوژه موضوع جالبی است. در واقع کمتر کسی فکر میکرده که در جنگ جهانی اول روسیه آنچنان نقش مهمی در ایران داشته، ولی خانم الهام ملکزاده اعلام کرده که به اسنادی دست پیدا کرده که این نقش رو خیلی روشن و شفاف در ایران و حضور شوروی رو در ایران نشون داده. در آینده خیلی نزدیک، یعنی در اواخر ماه آوریل، دانشگاه UCLA طبق معمول هر ساله خودش فستیوال فیلم‌های ایرانی رو برگزار می‌کنه که از 24 ماه آوریل به مدت یک هفته برگزار میشه. کسانی که علاقه‌مندن میتونن که از روی سایت دانشگاه UCLA بلیت خریداری بکنن. چندین فیلم ایرانی در سینمای بیلی وایلدر که در واقع در تقاطع ویلشر و گلندون هست اون برگزار خواهد شد و چند فیلم جالب به نمایش در میاد. شب اول افتتاح این جشنواره آقای پیمان معادی که کارگردان فیلم برف روی کاج خواهد هست
گفته میشه که حضور خواهد داشت در این افتتاحیه. و برنامه های متعدد دیگر که به شما دوستان توصیه میکنم که اگر علاقه‌مند هستین به سایت های مختلف از جمله ایرانیان هاتلاین و ایرانیان ایونتس و یا 08 ایرانیان مراجعه بکنید و برنامه های مختلف فرهنگی هنری ایرانیان رو در هفته‌ای که در پیش هست ببینید. خب با سپاس شما شنوندگان عزیز و وفادار و با کلام که همیشه با کلام گرم و پرمهرتون ما رو در راهی که داریم تشویق میکنید و همینطور از کارگردان فنی برنامه امروزمون آقای آیدین هجیر و مهمانان برنامه‌مون دکتر نلی فرنودی زهیری، مسعود نقره‌کار، اطرت الهی، هادی خورسندی، دکتر صدرالدین الهی، دکتر عباس دانشوری، خانم هما تاراجی و شما شنوندگان خوب برنامه، برنامه رو به پایان میبریم. تلفن پیامگیر من اگر که کاری داشتین و پیامی برای من داشتید 310-4700-800، ایمیل من hama@hamasarshar.com. برنامه بعدی ما صبح روز شنبه بازیتا شیرازی همکاری گرامی من هست که توجهتون رو به اون جلب میکنم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر براتون روزهای آفتابی و شبهای پرستاره آرزو میکنم. ایام به کامتون and have a very nice week. خدا کنه این دفعه دیگه خیلی از این بچه ایراد نگیرن. سلام خانوم. سلام. تازه چه خبر؟ من به شما گفتم که این بچه سر کلاس حرف گوش نمیده، همش بازیگوشه و سر به هوایی میکنه. پس چرا کاری نکردین؟ وا خانوم معلم، من اون روز بعد صحبت شما بچه رو بردم پیش دکتر، گفت ممکنه ADHD باشه و الانم مدتی که داریم دارو مصرف میکنیم، ولی میبینید که نتیجه نداشت. تجربه به من ثابت کرده خیلی وقت مشکلات دیگه‌ای وجود دارن که علامتای مشترک دارن. شما به یه دکتر رادیولوژیست نیاز دارین یا پزشک شنوایی با تخصص اودیتوری پروسسینگ دیسوردر. اون میتونه با انجام آزمایشات لازم قدرت شنوایی و توانایی درک این بچه رو تشخیص
تشخیص بده و درمان کنه. پیش کی باید برم؟ خانم دکتر شهرزاد کهن، دکتر متخصص اختلالات شنوایی و ادراک هستن. ایشون با آزمایش‌های دقیق اطلاعات درست رو در اختیارتون میذارن تا پسرتون مداوای درست رو بگیره. تلفن خانم دکتر شهرزاد کهن رو بنویسید. 818-989-9001. پس گفتین 818-989-9001. عضو 08 ایرانیانم هستن. آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم. با پرداخت 125 دلار در ماه و 3500 دلار داون با لیست 36 ماه میتونید شورلت کروز 2014 داشته باشید و با پرداخت 195 دلار در ماه و 4000 دلار داون با لیست 36 ماه میتونید شورلت ولت 2014 داشته باشید و برای پسرتون فقط با پرداخت 185 دلار در ماه و 3500 دلار درایو آف در 24 ماه یک شورلت کامرو 2014 داشته باشید. یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیلر قبلی دیدم اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامرو هم پسرمو سورپرایز کنم؟ چرا که نه. پس قربونت به خانومم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بده. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد. آلن گوئن شفرولت کورنر اف برند اند لاس ویلاس این گلندل 818-240-0000. فور مور دیتیلز کال پشمان اور فوا اون مثل پیمنتس اور پلس تکس مسف نان جی ام ویکلز 10000 ا ایئر ان اپروف کریدیت کال فور دیتیلز. ایام می آیند تا بر شما مبارک شوند. مبارک شمایید. فرارسیدن عید آزادی را به تمام آزاداندیشان هموطن تبریک گفته، آزادی و سربلندی ملت شریف ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم. شهرام الیاس‌زاده، مدیریت مورگیج بانکرز. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و زر بریدی، پیپا و زر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پ